فضل خدای را که توانه شمار کرد یا کیست که شکر یکی از هزار کرد بهر آفرید بر رو درختان آدمی خورشید و انجم و لیل و نهار کرد توحید گوی او نبنی آدمند و بس هر بلبلی که زمزمه بر شاخصار کرد عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردان عزیز سنف نهم از مکتب عادی در خدمت شما هستیم با درس و مضمون زبان و ادبیات دری به جلسه ششم رسیدیم دوستان جلسه امروز ما در مورد یکی از زیانهای رزیلتهای اخلاقی تحت عنوان آزمندی است در بخش دوم در حوزه دستور زبان میپردازیم در واقع به یک مفهومی تحت عنوان جمله پرسشی دوستان عزیز و گرامیان کانالهای ارتباطی ما را فراموش نکنید ۲ص۹۶۴ 78 255 4 1۳ راه ارتباطی ما با شما عزیزان است قبل از اینکه وارد جلسه شویم دوستان وارد کار خانگی میشویم و در خدمت شما است. خب کار خانگی دوستان در جلسه قبل برای شما گفته بودیم که یک جمله خبری مثبت و یک جمله خبری منفی مثال بزنید گفتیم جمله از نظر تقسیم بندی انواعی داشت که یکی از انواع تقسیم بندی جمله جمله خبری بود در جمله خبری مقصود گوینده چیز فقط انتقال مطلب به منظور ارائه یک خبر است میخواد یک خبر را به مخاطب برساند حال این خبر میتواند در واقع تصدیق کننده باشد می میتواند تصدیق کننده نباشد میتواند درست باشد می میتواند درست نباشد حال اگر در واقع جمله یک نوی دیگه هم داشت تقسیم بندی در حوزه جمله خبری و او جملاتی بود که یا مثبت بودن و یا منفی بودن مثال میزنیم جمله مثبت جمله مثبت مانند چی مانندی که بگوییم دوستان افغانستان قلب آسیا است این یک جمله مثبت است جمله مثبت جمله است که در واقع چی میخواد یک چیزی را تصدیق کند یک خبری را به منظور درستی و صحتان به شما نشان داد افغانستان قلب آسیا است این یک جمله چیه مثبت است جمله نوع دوم به لحاظ خبری بودن جمله منفی است. جمله منفی جمله ای است که در واقع انتهایش فعلش فعلی باشد، فعل منفی باشد. پدرم دیشب غذا نخورد. پدرم دیشب غذا نخورد این جمله یک جمله منفی است چرا چون فعل جمله ما منفی خبر از چیزی میدهد که اتفاق نیفتاده خبر از چیزی میدهد که او خبر چیست غذا نخوردن پدرم هست این میشد در حوزه انواع جملات خبری به لحاظ مثبت بودن یا منفی بودن خب دوستان وارد درس جدید میشویم درس جدید شما تحت عنوان زیانهای آزمندی است آزمندی در واقع همو حریص بودن است همو تمکار بودن است دوستان میگویند آز به معنای حرس است به معنای زیاد خواهی است انسان اموالی را بیشتر از چیزی که دارد بخواهد و تشنه ای در واقع چی باشد ثروت باشد به دنبال جمع کردن ثروت باشد پیسه بدوزد و دم به دم دنبال ای باشد که فقط مال جمع کند مال جمع کردن و زیاد و زیاد جمع کردن او یک رزیلت اخلاقی است حکایتی بیان می شود حکایت از کتاب کیمیا سعادت است از ابو حامد امام محمد قزالی است که در واقع در مورد نکوهش و در مورد در واقع نفی همین رزیلت اخلاقی یک حکایت و یک داستان را بیان می کند صورت حکایت را دوستان می معنا می کنیم و وارد ادامه بحث می شویم روایت کردند که مردی به عیسی گفت خواهم که اندر صحبت تو باشم با وی به هم برفتند تا به کنار جوی و سنان داشتند بله میگویند که چی میگوید مردی میخواست با حضرت موسی در مسیری هم سفر شود گفت با هم دیگر برویم هم با هم رفتن به کنار جوی آب رسیدن در حالی که سه نان داشتن سه دانه نان داشتن مرد یکی بدوزید یکی را دوزید و عیسی به کنار جوی شده بود عیسی کنار جوی آب رفته بود این مرد یکی از نانها رو دوزید چون باز آمد نان ندید نان دیگه دیده شد گفت که برگرفت عیسی علیه السلام به اون مرد گفت که چه کسی نان را برداشت گفت ندانم پس از آنجا بگذشتند آهویی همی آمد با دو بچه آهویی که در حالی که دو تا بچه داشت به او سمت آمد عیسی یکی را آواز داد نزدیک وی آمد وی را بکشت و اندر وقت بریان شد و هر دو سیر بخوردن در واقع یکی از اون آهوها رو کشتن کباب کردن با هم خوردن پس گفت زنده شو زنده شد حضرت عیسی گفت به فرمان خدای تعالی پس آن مرد را گفت بدان که خدای تعالی این معجزه به تو نمود به مرد گفت حضرت موسی به مرد گفت که خداوند این معجزه را به تو نشان داد تا چیکار کنی تا بگو تا نان کجا شد نان را کی برداشت این را بگو مرد چی گفت گفت ندانم از آنجا برفتند و به رودی آب رسیدند به رود آب رسیدند و بعد کردند عیسی دست وی بگرفت و هر دو بر روی آب بگذشتند در حالی که آب بسیار بالا بود حضرت عیسی دست ایشان را گرفت و از روی آب گذشتند گفت بدان که خدا این معجزه به تو نمود بگو تا نان کجا شد این معجزه دوم ها نشان داد حال اون نان کجا شد نان چیکار کردیم گفت ندانم از آنجا برفتند و به جایی رسیدن که ریگ بسیار بود شنهای بسیاری بود ایسا آن ریگ جمع کرد و گفت به فرمان خدای زر گردد همه زر شدن همه ریگ های او بیابان دوستان تبدیل به طلا شدن به فرمان الهی پس سه قسمت کرد و گفت یک قسمت مرا و یک قسمت تو را و یک قسمت آن را که نان دارد سه قسمت پس این را حضرت موسی انجام داد مرد از سه زر که بدید مقر آمد که نان من دارم اقرار کرد اقرار کرد اون کسی که نان را دوزید من هستم کسی دیگه ای ندوزیده ایسا گفت هر سه تو را و به وی بگذاشت و برفت دو مرد فراراه وی رسیدند و خواستند که وی را بکشند و زر ببرند حضرت ایسا رفت و گفت همه این زرها همه این طلاها مال تو ما رفتیم مرد که خوشحال شده بود که صاحب این همه طلا شده بود میخواست حرکت بکند دو نفر آمدند دو ترار و دو دوز راهش را گرفتند میخواست این فرد را بکشند و طلاهایش را بردارند و وی را بکشند و زر ببرند گفت مرا مکشید و هر یک از ما سه یکی برگیرد بله هر تقسیم بر میکنیم تقسیم برسه میکنیم و می هر کدام سهمی میبریم بله سهم را در واقع چیکار کردن پس گفتند یکی را بفرستیم تا ما را تا آمی آورد برای ما غذا بیاورد این مرد بشد و تا آم خرید و با خودش گفت افسوس باشد که این زر ببرند من زهر اندر این تعام کنم تا ایشان بخورند و بمیرند و من جمله زر برگیرم یا کنید دوستان در قضای اونها زهر قرار داد گفت این زهر را با آن دو نفر میدهم میخورن و سهم زر آنها سیم آنها طلای آنها نصیب من میشود و آن دو کس گفتن چه بوده است که زر به وی باید داد چون بازاید وی را بکشیم و زرها برگیریم اون دو نفرم گفتن خب قزار میخوریم بعد آن مرد رو میکشیم و سمان را بین خودمون تقسیم میکنیم چون باز آمد وی را بکشتند و ایشان هر دو تا آن بخوردند و بمردند بله اون مرد رو کشتند این دو تا هم غذا رو خوردند که حرکت بکنند غذای زهرالود را خوردند و مردند ایسا بر آنجا بگذشت زر جمله آنجا دید و هر سه کشته گفت یا اصحاب گفت ای یاران دنیا چنین باشد از وی حذر کنید از دنیا پرهیز کنید پس از این حکایت معلوم شد که اگر استاد باش و معظم باشد اولاتر است که اندر مال نگردد و گرد وی نگردد و دنبال مال دنیا نباشید دنبال زرندوزی زیاد نباشید مگر باشید ولی به اندازه مگر به حاجت که ما را افسارا آخر حلاق به دست مار بود بزرگترین و قویترین مارها هم به دست مار دیگری از بین می رود همچنان این داستان تمام میشه دوستان یک داستان در ادامه همین مطلب در واقع امام محمد غزالی بیان میکنه چه میگوید همچنان است که سیادی گنجشکی بگرفت یک سیادی یک پرنده را گرفت گفت مرا چه خواهی کرد پرنده به سیاد گفت گفت بکشم و بخورم قصد من کشتن شما و میل کردن شماست گفت از خوردن من چیزی نباید اگر مرا رها کنی سه سخن به تو میآموزم که تو را بهتر از خوردن من سه سخن سه پند حکمت آموز به شما یاد می دهم که در دنیا و عقبا به دردت بخورد گفت بگوی سیاد گفت مر گفت یک سخن در آغاز بگویم و یکی آن وقت که مرا رها کنی و یکی آن وقت که بر کوه شوم پند به تو میگویم یکی زمانی که در آغاز کار است یکی زمانی که مرا رها کنی و یکی زمانی که بر بالای کو بشینم گفت اول بگوی پند اول گفت هرچه از دست تو بشد بدان حسرت مخور هر چیزی که از دست دادی از اموال دنیا از ثروت دنیا غم گذشته را نخور رها کرد و بر درخت بنشست رهایش کرد بر بالای درختی نشست گفت دیگری بگوی گفت محال هرگز باور مکن کارهای غیر ممکن کارهای نشودنی را باور نکن اصلا به فکر شما خطور نکند و پرید و بر سر کوه نشست بر بالای کوه رفته نشست گفت ای بدبخت اگر مرا بکشتی اندر شکم من دو دانه مروارید بود که هر یکی بیست مسقال در شکم همان پرنده در واقع مرواریدی بود دو, دو تا مروارید بود که هر کدام اندازش 20 مسقال بود است یا آقای شاگردان توانگر شدی که هرگز درویشی به تو راه نیفتی انقدر سروتمند توانگر انقدر سروتمند شوی که هیچ آدم سروتمندی به تو نرسد و هر وقت درویشی و فقیر از تو چیزی بخواهد و تو به او پرداخت بکنی از مال تو کم نشود مرد انگشت در دندان گرفت و دریق و حسرت همی خورد افسوس میخورد مرد گفت یار سوم بگوی گفت تو آن دو سخن فراموش کردی سوم چی کنی دو تا پند بهت همی الان دادم اون دو پند را فراموش کردی پند سوم را چرا میخواهی تو را گفتم برگذشته اندوه مخور نگفتم پند اول برگذشته اندوه مخور و پند دوم چی بود گفتم محال باور مکن حرف و سخنی که غیر ممکن است باور نکن بدان که پروبال و گوشت من ده مسقال نباشد بله میگه کل وزن من ده مسقال نمیشود در شکم من دو مروارید چهل مسقال چگونه صورت بندد؟ چگونه میتواند دو تا مرواریدی که چهل مسقال است در شکمی که ده مسقال بیشتر نیست چگونه طبیع و جایگزینی میشود؟ و اگر بودی چون از دست تو بشد غم غم خورد، خوردن چه فایده و اگر در داخل شکم من بلفرد دو مرواریدم بود حال اون دو مروارید که از دست تو رها شد از دست تو پرید چرا غم میخوری؟ چرا ناراحتی؟ چه فایده دارد این ناراحتی؟ این بگفت و پرید و این مثل برای آن گفته همی آید تا معلوم شود که چون طمع پدید آید همه مخالات باور کنند بله میگوین این مثل رو برای چی زدم؟ برای این زدم که شما وقتی که این مثل را میشنوی چه میشود؟ تمه در وجود شما ظاهر می شود آشکار می شود وقتی که تمه در وجود شما آشکار شد همه غیر ممکنها همه مخالات را باور می کنیم. و ابن سما گوید طمع رسنی است برگردن و بندی است بر پای رسن به معنای ریسمان است به معنای تناب است دوستان میگه تمع همانند ریسمانی است که برگردن انسان تما است و همانند بندی است که بر پای او قرار دارد رسن از گردن خود بیرون کن تا بند از پای برخیزد اگر در واقع میخواهی که انسان آزاد و آزاده باشی باید این اسارت از تمه از رزیلت های اخلاقی را از پای و از گردن بیفکنی این تنها لازمه این است که انسان میتواند آزاد رها باشد از رضایل اخلاقی برگرفته از کتاب کیمیای سعادت است نوشته امام محمد غزالی دوستان در اصلاحات های قبلی در درس های قبلی برایتان خاطر نشان کردیم گفتیم کتاب کیمیای سعادت یکی از کتاب های بسیار بسیار زیبا در حوزه ادبیات عرفانی است حکایت های بسیاری دارد که در واقع کتاب خلاصه کتاب جامعتر و کلی است به نام احیاء علوم دین که نوشه همه ابو حامد و محمد قزالی میباشد خب میرسیم دوستان در بخش دوم بخش دوم ما در حوزه قواعد دستوری است در جلسه قبل ما جمله بیانی و جمله خبری را براتون توضیح دادیم که گفتیم هر زمانی که مخاطب بیاید چیکار بکند جمله را بیان بکند و مقصود او از بیان آن جمله چه باشد ارائه یک خبر باشد حالی خبر میتواند مثبت باشد میتواند منفی باشد میتواند درست باشد میتواند نادرست باشد حالی در ادامه انواع جمله میرسیم در جمله پرسشی جمله پرسشی چیست؟ جمله است که در آن علت واقع شدن حالتی یا انجام یافتن عملی را از کسی جویا می شویم پس هر زمانی که ما خواستیم که یک علتی را بابت کاری که دیگری انجام شده بود را از او جویا شویم از او سوال بکنیم از جمله پرسشی استفاده میکنیم مثال مانند معلم کجا رفت نگاه کنید دوستان معلم کجا رفت در انتهای جمله ما علامت پرسش را داریم این نشانه چیست؟ نشانه جملات پرسشی است معلم کجا رفت؟ یک سوال آیا, دی... آیا درس دیروز را حفظ کرده اید؟ آیا درس دیروز را حفظ کرده اید؟ هم یک سوال است پس این جملات دوستان یک جملات چیست؟ جملات پرسشی است گاهی قرض گوینده از جمله پرسشی دریافت پاسخ نیست پس وقتی یا دوستان سو... جمله پرسشی سوالی مطرح میشد هدف او فرد لزوما و الزاما به معنای این نیست که او میخواهد در واقع یک جوابی را شما درخواست کند و صرفا تاکید مفهومی است که باید در جواب گفته شود یعنی در واقع میخواهد جواب همان سوال را که خود او فرد میداند از زبان شما به صورت غیر مستقیم بشنود این گونه جمله ها را جمله های چی میگویند دوستان پرسشی تأکیدی میگویند یعنی تأکید دارد تأکید دارد بر اون مفهومی که خودش میداند ولی باز هم میخواهد در واقع برایش تأکید شود از این نوع استفاده میکند مثلا فردوسی توسی در یک از اشعار خود از این نوع جمله پرسشی استفاده کرد چه میگوید که گفتد برو دست رستم ببند نبندد مرا دست چرخ بلند نگاه دوستان کی گفتد برو دست رستم ببند چه کسی که یعنی چه کسی چه کسی به تو گفت که برو دست رستم دستان را ببند و او را اسیر کن چه کسی به تو دستور داد این جواب سوال را میداند خود یعنی هیچ کسی دستور چنین به تو نداده ولی این سوال و این پرسش را از این جهت میخواهد از او فرد بپرسد که تاکید بکند که چی تاکید بکند که این جمله یک جمله پرسشی است و تو حق چنین کاری را نداشتیم خب نشانه های جمله های پرسشی ما میگوییم دوستان جملات هر نوع جمله باید دارای نشانه باشد هر جمله ای که هست نشانه باید دارا باشد حالا نشانه های جمله های پرسشی چیست خب چند نوع از دوستان نگاه کنید ما شش نوع را براتون در حوزه جملات پرسشی ذکر میکنیم یک زمانی زمانی که شما در یک جمله پرسشی بخواید زمان را چیکار کنید سوال کنید کی چی وقت یا چه زمانی کی به مدرسه می روی چه زمانی از مسافرت برخواهی گشت نگاه کنید دوستان یا مکانیست است کجا می روی و کجا چنین شتابان نگاه کنید دوستان این جمله چیست جمله پرسشی از نوع مکانیست است عددی چند کیلو میوه خریدی چند کیلو میوه خریدی نگاه کنید این جمله جمله ای, ای چیست پرسشی عددی است چگونگی چطور چگونه تعلیلی تعلیلی وقتی شما سوال میکنید یعنی علت را میخواهید بدانید تعلیل به معنای علت است چرا و به چه علت به چه علت درس نمیخوانید چرا به مدرسه نمیروید نگاه کنید دوستان این جملات تعلیلی است مقدار یعنی چی؟ یعنی چند و چقدر که در حوزه چیز و سان در حوزه مقدار است میتواند نشانه های جمله های پرسشی باشد که هر زمانی خواستید که در حوزه مختلف زمان، مکان، مقدار، تعلیل، عدد در واقع و چگونگی سوال مطرح بکنید، پرسشی مطرح بکنید از این کلمات استفاده کنید خب مرزیم دوستان در کار خانگی جلسه آینده برای نشانه های پرسشی زمانی عددی و چگونگی مثال بزنید شش نو بود دوستان سه نو برای شما اینجا ذکر شده یا چی؟ چی میگوید دوستان؟ میگوید که در واقع زمانی را برای ما مشخص کن عددی را مشخص کن و چگونگی را برای ما سه مثال بیاور برای هر کدام یک مثال ذکر کن خب دوستان و گرامیان در پایان جلسه امروز رسیدیم خسته نباشید مانده نباشید جلسه امروز نیز به اتمام رسید کانال ارتباطی ما را فراموش نکنید دو سیف و شست چیل این کانال ارتباطی ما با شما دوستان در فضای مجازی است هر گونه سوال پیشنهادات و انتقادات و کار خانگی داشتیم برای ما ارسال بکنید تا جلسه بعد الله پاک نگهدارتان